شما امیرالمومنین مولوی آیت الله را تا این لحظه دیدید یا خیر؟ خب امیر پیشتر آقای حسینی هم گفتن که ما اگر ندیدیم 5000 یا بیشتر از 5000 نفر در خیمه لای جرگه، خدا شاهد حق است که شیخ صاحب دیدم، میگن پشت یک آدم چی ضرورت دارد که پشت در بوده با علما با خب مجاهدین با تلفنی صحبت کردین احتمالا باشن؟ نه ما چیز خوب بود. مشکلات امنیتی شما میبینید توکیه ها و دستی های یهود نصارا را که اینجا در راه های بی پیلوت میکردن. خب و شما ندیدین خود شخص شما و ضرور احتمالا نیست که هر مجاهد اماراتش دائم بره. ببین آقای زرابی، اگر ما ندیدیم از ما که یک آدم عادی که در خیمه لاجرگه رفته دیدش، اون نماینده وکیلای منطقه که از شهر کابل صدها وکیل رفته دیدش، علما رفته دیدش، دیگر کسانی که در خیمه لاجرگه بودن، ما اونجا با کلا بر تامین امنیت بودیم. دیگه ضرور نیست که هر مجاهد امارات اسلامی بر امیرالمومنین ببینه. امیرالمومنین از شیخ هیبت الله خان است در جایش هست کلا که دیده ای تمام مجاهدین امارات اسلامی بر ببینه. اگر فتنه های یهود و نصارا نباشه، اگر توطئه ها و دسیسه ها نباشه، اگر مشکلات امنیتی نباشه، همه گی میتونند برن ببینن. احتمالاً ایشان کتاب مقاله چیزی هم تألیف کردن؟ بدون شک یک عالمی که شیخ الحدیث و شیخ القرآن باشه کتاب و تمام این چیز رو نام کتابشان ممکنه بگین؟ ما که سراغی نداریم انشاءالله که دون را خب یعنی در نمیال در یک سال نشر نشده در جامعه مردم وقتی استفاده که من کنن؟ معلومات نداشته باشم، من دیگه نمیتونم که اشرف غنی واره بگویم 100 تا کتاب یا آقای حکمتیار واره بگویم کل کتاب ها از ماست. خوب من گفتم من معلومات در این مورد ندارم. درست یک است. آدمی که شیخ الحدیث و شیخ القرآن باشه طبعا که کتابی میداشته باشه. تشکر. صحبت های پایانی قاری صاحب میشنویم، برنامه رو زرابی ختم صاحب. میکنیم. ما زرابی صاحب، ما مردم اطراف هستیم. قاری صاحب، من از شما خواهش دارم یک مقدار کنترل بکنین اوکی. که تشنج پیش نیاد. اوکی، اینا به تمام فاسقین گفتن، فاجرین گفتن، خود اینام کنترل بود دیگه. یه بازی گپا هست میای خیر کنترل اینا داشته باشن که خود کنترل کنن. جناب زرابی صاحب، ما مردم اطراف هستیم. در اطراف مردم اطراف وقتی که ما عروس میاریم، باز مکالایی که مادرش برش میپوشانه، باز بالای از او یک 30 دانه شال میندازه. او عروس روی چهره از او هیچ کس نمیبینه. آقای امیر مومنین شاه مسلم علم عروس دارید از زیر شال در تارال روی جرگه آمد و کل دنیا فقط باردو از او دید که اگه آدم چارشانه بوده دیگه، ای که لات بود، منات بود، عزا بود، یا سامری بود، یا کی بود، خب یک چیزی بود که از پشت سر گپ زد فامیلی و اگه پایش هم نه قرآنی بود نه نبوی بود، کل چیزایی بود که سر مردم باید بریده شود. گفته آقای حمید خراسانی گپایش تضاد داشت. از یک طرف خودش گفت که امیر مومینشان برای تاسیس دارن، تألیف دارن، یک کتاب دارن، باز میگه من خبر ندارم. از یک طرف میگه که ما امنیت آوردیم و در 34 ولایت افغانستان میگه امنیت هسته. از دیگر طرف باز میگه مشکلات امنیتی هسته، برخی از رهبرای اینا، از وزرای اینا، کلانای اینا کسن فامیلایشان به افغانستان ناورده چرا مشکلات امنیتی داره. جناب زرابیس محترم، در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که آیت المنافق ثلاثه، نشانی منافق 3 چیز است که در 3 چیز یکی ای است که اذا حدث کذبا، وقتی که گپ میزنه دروغ میگه. دلا بالای گپ های آقای خراسانی دروغ های بسیار زیاد دیدیم، از جمله که اینا میگه ما ماش نداریم و برای ما از خارج عشر و زکات میگه و ما روان میشه و توسط اونمو اینا فقط امو احاشه و باطی خدا میکنم و نان خدا میخواد، در حالی که در این عصر زمان، در این زمان تکنولوژی و متمدن، در حالی که ما بالای گنجها هستیم، زمرد داریم، لیتیم داریم، یورانیم داریم، گاز داریم، یاقوت داریم، فیروزه داریم، اینا بازم حکومت میکنن و ششتن منتظر زکات چند نفر که از خارج برشان روان شو، از پاکستان، از پنجاب، یا از انگلیس، یا از امریکا. 32 میلیون دلار هر هفته به طالب روان میشه و هیچ کس سوال بلند نمیکنه که 32 میلیون دلار به خاطر چی است آقای حسینی. تا و امریکا بار بار صدا میزنه که طالب به او تعهداتی که به ما داده باید پابند ببانه و امریکا میگه که ما پابند هستیم. یعنی امریکا برش وعده داده که هفته 32 میلیون دلار به روان میکنیم و از اینا هم که چیز خواسته هایی داره. اگر اینا به متعهدات خود پابند میمونه، در بین خودشان نزاع و تفرقه بیشتر و زیادتر میشه، چون در رأسشان کلانایشان که اصلا خوب منافقین کلان است و سیاست هم میفهمند،
که بدون سیاست با دنیا نمیشه و پایناشان که هستن مثل آقای خراسانی و اینا رو به اساس یک عقیده یا یک مفکوره یا یک ذهنیت که اینا رو بازی دادن و میجنگن، اونا اگه به تعهدات آمریکایی پابند میمونه اینمی ریزگاکایشون خلل میشه، می کلکلشان میزنه، اگه پابند نمیشه آمریکا در مقابلشان استاد میشه و هر ما هر هفته برشان 32 میلیون میته. شما ببینیم برخی از کشورها مثلا اگر قطر است یا هندوستان است یا یک کشور دیگه، فرض کنیم مثلا اگر دلسوزی میکنه به اینا خیرات روان میکنه، اینا آنقدر فاشیست و متعصب و تبعیض دارن که با فامیل های غریب و فقیر و مسکین حتی مخیرات خارجی را اینا روادار نیستن. میگه شوهر تو که بود در نظام قبلی اردو بود یا پلیس بود یا در امنیت بود یا در دولت نظام قبلی کار کرده بود، اونا هم در بین خود اینا توضیح میکنن. ملت افغانستان به اینا ملت معلوم نمیشه. مولانا فضل الرحمن خودش یک سال دو سال پیش قبل از آمدن اینمی غلامای پاکستان، فضل الرحمن خودش میگه که ما 41 سال جهاد فتوای جهاد به خاطر امریکا دادیم، امریکا به ما پول داد و ما جهاد ما فتوا دادیم. مولانا شیرانی یک عالم کلان پاکستان از کویته خودش میگه که پاکستان یک چارایی و یا یک چوک مزدورا هست که اینجا مفتی در برابر پیسه فتوا داده میتونه و اینجا در برابر پیسه شما عسکر پاکستانی را کرا گرفته میتونین، یک میدان اجرتی و قاتلین که هر چیز در اینجا شما به دست آورده میتونین. ولیکن امروز اینا میای باز میگه که ما برنامه های اقتصادی ما در حکومت طالبای نمیاره، شما بیاین ببینین که چی برنامه های اقتصادی. باز میگه ما پول نداریم، در حالی که بیادر با خیرات دیگر خارجی ها که می او به بردم اینا نمیتونن. باز میگن که برنامه های اقتصادی با او کسایی که در کوهای پنشیر ششته با اونا اینمیال خودش خطاب که گفت فاسقین هستن، خودش گفت که فاجرین هستن و خود اینمای حمید خراسانی گفت که اونا دنبوره میزنن. خب وقتی که با اونا فاسقین میگین با اونا فاجرین میگین، خب گروه طالبان خب گروه لواتتین است، در گروهشان لواتت است، در گروهشان عیاشی است، رهبرای کلان کتی پای که شراب و کتی دخترها و کتی این چیزا گرفته شد تا بال بیادر بالایشان کدام محکمه دائر نشد، یک پاسپورت بیادر از 1000 گرفته تا 5000 دلار میفروشن بیادر هیچ کدامش تا بال نگرفته شده و نه محکمه شده. اونمو قاری سعید که نمیالی ای میگه سعید امو ظلمی که کد، آیا قاری سعید امیالی در زندان است؟ حداقل 30 روز خود از زندان میرفت که آدم میفهمید که ولی گرفته شد، تحقیق صورت گرفت، بالاخره محکمه فیصله کرد و برایش براءت داد. هیچ کدام گپ نیست. خود طالب هم سارنوال است، هم قاضی است، هم عسکر است، هم پلیس است، هم میگه همی گندی و همی سری کل کالا رو اینا میکنه. اینا آیت قرآن عظیم الشان را گفتن که نظام اسلامی است و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. اینمی آیه سر اینمی ها صدق میکنه. اینا بگوین که در 14 یا 15 ماه، در 15 اگست آمدن، سپتامبر اکتبر، یعنی در 14 ماه بگوین که یک حکم الهی را اینا را تابال تطبیق کردن و یا تابال عملی کردن. پس فاولائک هم الکافرون فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون. اینمی خودشان که سر خود اینمی ها سر خودشان شاهدی میتن. ما با آقای حمید خراسانی میگیم که تمام رهبرای شما قاچاق براستن، گفتی آقای حسینی اینا در امنیت کار کردن و گفتن براتان در واتساپ امرایشان تماس بگیرین، تمام لیستشان براتان روان میکنه. رهبران اینمی گروه طالبا فامیل هایشان گروگان هستند در پاکستان. اگر گروگان نیستند در برابر بیان شهباز شریف در سازمان ملل، چرا امیرخان متقی چیزی نگفت؟ نصف شهر کویته از امیرخان متقی است. قصرهای این امیر مؤمنین دومشان ملا منصور نصف کراچی را گرفته. چرا اینا صدا بلند نمی کنند؟ چرا ملا برادر صدا بلند نمی کنه؟ به خاطر که بلک میل است. ملا عبدالباقی حقانیشان بلک میل است. شما فکر کنین گفتی آقای حسینی ای بازی استخباراتی، انس حقانی در پیش امریکایا بندی است و یک امریکایی دیگه به اتهام تجسس و جاسوسی در پیش طالبا بندی است. بندی با هم اصلا نمیشناسن، نمیبینه و نه نامش خبر است. مجرد روزی که تبادله میشن او امریکایی بیادر یعنی سقانی میبرایه. آقای حاجی بشر نورزی مجردی که از زندان گوانتانامو میایه، نه در وجودی از او کدام زردی است، نه خستگی است، نه ماندگی است، تر تازه و خوشحال میایه. میگه ای داد نیوی سیاست یو پڑاو ده،
میگه این دادی نیوی سیاست یک پڑاو ده خود تابکه ما بیای مردم بازی بتیم. طالب تو تابکه تو میای و مردم بازی میتی. وقتی که انس اقانی بیادر اون امو امریکایی بود خی مردم ما را چرا کشتین؟ و امروز یا آقای حمید خراسانی میگه اسلام امریکایی، اسلام خو یک اسلام است که ما در قرآن خواندیم که الله رب العزت میفرماید ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. چرا اسلام را امروز شما نسبت به امریکا میتین؟ اسلام نسبت به الله داره یک اسلام است، اسلام دیگر نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. اگر امروز اسلام ما را، ایمان ما را شما امریکایی بگوین، پس اسلام شما را خود مردم اسلام پنجابی میگه و اسلام چی میگه؟ و نمو بادارایتن که در مدرسه کوره خطه کشته و هر کدامش سه ستاره جنرالی داره، هر کدامش دگر جنرال و یا ستر جنرال هسته. خود نمو خودش مولانا فضل الرحمن که 169 مدرسه در پاکستان داره، میلیون ها طالبا پیشش درس میخونه، خودش میگه ما 41 سال مینمیال ویدیوش در موبایل خود سیو دارم، ثبت دارم، 41 سال در برابر دلارهای امریکایی ما فتوا دادیم، 41 سال. پس اینا را شما علمای حق میگوین یا اینا را شما علمای چی میگن که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنین؟ آیا مدرسه حقانیه یا مدرسه مدارس ملافظ الرحمن این مدارس واقعی الله است که وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، یا این مساجد دراری است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره یک مسجد دیگری را منافقین جور کرد که الله آیت نازل کرد که یا رسول الله خبردار، والذین اتخذوا مسجدا درارا، این مسجد درار مسجد کفر است، مسجد نفاق است، مسجد تفرقه در بین مؤمنین است. امروز خو اسلام شما هم از اونجا آمده، اسلام تمام دنیا عدالت داره، انصاف داره، اخوت داره، برادری داره، دلسوزی داره. و اسلام شما به خاطر شما جرم میکنین، خیانت میکنین، زنا میکنین، شراب میخورین، لواطت میکنین، هیچ کدام مجازاتی نداره. و به خاطر یک کسی که از ظلم و وحشت و بربریت شما وطن را ترک کرده مهاجر شده، رسول الله مهاجر به مدینه منوره شد از دست مشرکین، و امروز میلیون ها مردم ما از دست خوارج اونا مهاجر شدن. این هجرت است، نجات زندگی و نجات اولاد فرض است تا که این خوارج را ما از سرزمین خود از افغانستان ما میکشیم. امروز شما میان اسلام را به امریکا شما نسبت میتین. ما با آقای خراسانی چیلنج میتم، افغانستان را دیگه افغانستان را ترکو، برو دینمی پنشیر، من قاریسا محمدی نه در افغانستان کمپین کردیم، نه در اوجه در میمانخانه کسی رفتیم، نه در مسجدشان آمدیم، نه در بازار کتشان دیدیم، دمی داخل پنشیر امرای خودت مصندوق میمانم. اگر ازم بردی، اگر بردی یک ولسوالی رو نشان بده، یا دمی بازار پنشیر میاییم یا در یک کوچه میریم عادلانه یک صندوق میمانیم، 100 نفر دعوت میتیم. اگر در بین 100 نفر تو رای بردی، باز بیادر ما تسلیمت و واقعا شما به حق هستیم، مطمئن هستم به والله و به بالله و بسمت الله اگر ببری، چون خوارج و انتهای ظالم و بیرحم هستین. 420 فامیل شما را، 420 فامیل رهبرا و کلانای شما را چندین سال امریکا در قطر ماش داد، احاطه کرد و به شما مدرسه داد، کالج داد، در اونجا مکتب داد براتان، در اونجا براتان یونیورسیتی داد. 420 فامیل هر رهبرتان به شمول امیر خان متقی و اینمی رئیس الوزراء معاون دومش و دکتر دیگیش که در اونجا شیشته و سهیل شاهین و دکتر وردک، به شمول اینا من معلومات دارم که 30 نفرتان هر کدامتان در حدود 29 الی 30 میلیون نقد دلار امریکایی در جیب انداخته به خاطر غلامی امریکا. شما هستین که علما را ترور میکنین، شما هستین که مفتی سردار را چند ماه پیش شما ترور کردین، شما هستین که مولوی وکیل احمد متوکل را شما ترور کردین به خاطری که به شما خوارج میگفت و ظلم شما را ظلم میگفت و میگفت که دین مبین اسلام از ظلم طالب
اعلان براءت میکنه. شما بودین که مولوی سمیع الله ریحان را در نماز جمعه در زیر منبرشان شما بین باندین به شهادت رساندین. حیات الله حیات را شما بودین که در مزار شهید کردین. مولوی مفلح را شما شهید کردین. بالاتر از 2200 علما را شما در 20 سال گذشته شهید کردین. شما بودین که در تالاری که به خاطر عید میلاد النبی به خاطر تجلیل از مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم علما جمع شده بودند و شما گرفتین اونها را بمگذاری کردین و ده ها علما را در یک روز به شهادت رساندین. شما که میگوین ما ایره به جرأت میگوییم، ما از امریکا از روز اول که آمده ایمان ما، تقوای ما، افغانیت ما، مسلمانی ما برای ما ایره برای ما گفته که ما از امریکا توقع خیر نداریم. امریکا جنایاتی که کرد، بالای مسجد اگر بمبار کرد یا بالای امبو عروسی بمبار کرد، هو به هو جنایات را شما هم کردین. فرق این است که اون کافر است و تو دعوی اسلام میکنی در حالی که خوارج استی. شما بودین که بالای شفاخانه رفتین و مادرانی که در حالتی زایمان بودن شما اونا را به شهادت رساندین. شما بودین که در مسجد در بین قرآن عظیم شان شما بم ماندین و ارسلا جمال را به شهادت در روز عید قربان به شهادت رساندین. شما بودین که در افغانستان در مکاتب رفتین در ماه مبارک رمضان در دشت برچی، در دشت برچی در ماه مبارک رمضان در عشره اواخر و در عشره آخر در روزهای لیلت القدر، در روزهای قدر شما دخترای معصوم، دخترای معصوم و اطفال خود را شما به شهادت رساندین. و یاد داشته باشین که در تاریخ افغانستان جنایات طالب، جنایات طالب ذره ذره نوشته شده و در روز قیامت هم ذره ذره حساب گرفته میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. بیا یک سوال ما را جواب بده که 32 میلیون دلار که هر هفته امریکا براتون میده بر اساس تعهداتی که بر اساس تمام جنایات داعش و ملت قضاوت میکنه، ملت قضاوت میکنه، امارات اسلامی ملت قضاوت میکنه. آخرین جواب عالمی را شما بزنید. اجازه بده، اجازه بده. مولوی مفلح را امرالله صالح ترور کردک، مولوی صاحب عیاض نیازی را امرالله صالح ترور کردک در مساجد که انفجار میتر علما را که این چیز میکنن فعلا شما یک گفت زنین و حلقات امرالله است. مینیمی حلقات امرالله است گردن تو را در دین دنیا بسته کده که از آیات کلام الهی سوء استفاده میکنی، اتهامات بی اساس تو برچسب میزنی. من افغان هستم، من امرالله صالح را نبت، من امرالله صالح اصلا رابطه ندارم برای تمام علما احتمام دارم. خراتانی تهلیگی اجازه بتن دخالت نکنن، اجازه بتن، اجازه بتن، اجازه بتن، من صدا را قطع میکنم اگر اجازه نتن. اجازه بتن اجازه بتن اگر صحبت دخالت صورت بگیرم من قطع میکنم. قاری صاحب جنبندی صحبت شما. آخری گپ من اینمی است، بازم تکرارن میگویم ما مردم میگیم که مردم پنشیر باز در بیانی اکثر با مردم پنشیر چی؟ تو یک آدم فاشیست متعصب تو با مردم پنشیر چه قرض است؟ تو یک دلاک آدم هستی تو با مردم پنشیر. اجازه بدین که صحبتاشون تمام شد. از پنشیری ما دفاع کردیم، پنشیری با عزت از مجاهد است، آرام است. جناب راسخ مایک تان آزاد کنین شما. من یک گپ میزنم. قاری صاحب من یک گپ میزنم. اجازه بده یک چند لحظه توقف. با پنشیری چه قرض است؟ صحیح. چند لحظه توقف آقای راسخ، مایک تان آزاد کنین. زرابی صاحب، ما وقتی که حمید زرابی صاحب ادامه بده، وقتی که ما حمید خراسانی و لچه مذهبی و منافقت ای را دیدم، هیچ وقت نگوین که تمام مردم پنشیر مجاهد است. هیچ وقت نگوین در بین مردم پنشیر اینا متو انسانای منافق هستن. نه خواهش میکنم چیز نکنین، جناب توهین نکنین. اجازه بتین آقای راسخ، اجازه بتین توهین نکنین لطفا. آقای راسخ وارد شد. اجازه بده. آقای خراسانی است. اجازه بده. وقتی که تیارای پاکستانی میاد عمل میکرد. وقتی که تیارای پاکستانی ببینید کل دفاعی خود ازت ما چپ بودم. راسخ صاحب اجازه بده. اینا کل دفاعی خود ازت ما چپ بودم. ما باید دست بزنم.
اینا چرا دیدم تون تو راخه مایکشان بند کنه نوبت از ماستا جناب زرابی سیب شما دیگه میزبان هستید ببینین ما براتون میگم مرا غرض از خاک ما سرزمین ما وطن ما دین ما اسلام ما غیرت ما تو اسلام بیاد طیاره های پاکستانی آمد بالای پنشیر بمبار کرد غیرتی از این تو را لعنت چرا میگی در پنشیر با 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 جسد شهدا اجازه تدفین داده نمیشد غیرت از این تور نخور غلام نمیده غلام نمیده بیننگ میباشه غلام نمیده غیرت میباشه غلام نمیده قم میباشه اجازه بده قاری صاحب قاری صاحب شما اجازه بتین آقای زرابی بساب عزب امی قاری صاحب زنتلا قسم بخوره که پنشیر در امارت بمبار شده بگو زنتلا قسم بخوره این منافق آیا وقتی که حمید حمید آمد اجازه بدین یک لحظه شیشته بود شما خود شما خود خوارج هستید من اجازه بدین من اجازه بدین من اجازه بدین اجازه بدین اجازه بدین من صدایتون قطع میکنم بمبار شده اجازه بدین آقای خراسانی من از شما یک سوال میپرسم شما در طول حضورتان در پنشیر شاهد بمباران تیارهای نظامی بودید یا خیر؟ من جواب میتم زرابیست اجازه بدین اجازه بدین آقای خراسانی خدا شاهد حق است که از قبل از فتح الا اکنون تا بال یک جای بمبار نشده تیارهای هلیکوپتر میایه مجاهدین هم مثلا در تیارهای جت ندیدین؟ تیارهای جت به هیچ وجه نه بمبار کردن به همون قسمه که به همون قسمه که به قاری صاحب دادید قسم بخور والله بالله تالله العظیم سنتلاق سه قسم باشم اگر که تابال بمبار شده باشه اینا خوارج هستن خب اجازه بده اجازه بده آقای راس قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب اجازه بده آقای راسخ آقای راسخ وارد شوین شما بگو که بس نه یک دقیقه نپرسم نپرسم میپرسم من میپرسم اجازه بدین در کجای اسلام آمده که یک کس حکومت طالب را قبول نمی کنه سر از دوز در سوی نمی گپا مجید رحمان انصاریان می زد که گم شد اینمی گپا خونام می زد اینمی گپا در کجای قرآن آمده در کجای حدیث آمده شما خوارج هستین شما منافق هستین شما از دین اسلام دور هستین اجازه بدین دخالت نکنین دوستان ما گفتیم کسی که حکومت اسلامی را قبول داره مسلمان است باید قانون شریعت را تطبیق کنه کسی که بغاوت میکنه سلام میوردار اون سر کجا در غیر از اگر مشرک هم است اگر کافر هم است غیر حربی است قانون الهی است قانون اسلام جناب خراسانی همین فتوای بغاوتگر کی داده فتوای چی را بغاوتگر این نص کلام الهی است کی داده فتوایش کی داده قرآن خب میدونم شما در این امارت شما فتوا را کی داده زرابی صاحب اجازه بده که ما ببینیم زرابی صاحب یک دقیقه اجازه بدین آقای خراسانی ای خودش غلام بچه است امی علی غلام بچه شده اجازه بدین آقای قاری صاحب شما اجازه بدین قاری صاحب لطفاً ای خودش امی علی غلام پاکستان لطفاً اجازه بدین امی علی سرگپ شباز شریف یک تبصره بکنه سرگپ شباز شریف یک تبصره بکنه شباز شریف تو بادار تو بس شباز شریف بادار من امی علی یک جب بزنه در برابر کوچی ها یک چیز بگوی امی علی اما کوچی را کوش در پنشیر نمیماند امروز یک جب بزنه در برابر آقای حسینی آقای حسینی شما صحبت کنن اجازه بدین دوستان ما آخرین گفتم از غلام پاکستان است غلام انگلیس است غلام چوچه انگلیس است غلام پاریس است لطفاً شرم پاریس است منافق کثیف تو را چهره تا اونمو ظاهر دایی گفته که تو یک مفعول بودی و کل معنا ما تو را گوش کنه اجازه بدین اجازه بده بفرمایید جناب آقای حسینی بفرمایید پاریس چند چیز می خواهیم وضاحت بدیم بر آقای خراسانی اولا که ما را به پنشیر ارتباط پنشیر خاک ما هست سرزمین ما هست برادرای ما هست مردم پنشیر زن از او بر ما خواهر است دختر از او بر ما دختر است آقای حسینی ما خودم افریقایی نیستیم که ما گوش اجازه بده برادر ما تو بگذار دیگه حالا ما تفنگ پیش خواندی ما تفنگ نداره ما به منظور از تفنگ مجاهد تفنگش میباشه برادر ما اجازه بدین ما وقتی که بر ما پنشیر و فرا و قندار و جلال آباد و خوست اینا نداره یک کسی که در حضور قرآن شریف شیشته یک وجب یک بلست از پیش دور نید او اگه خلاف میگویم قرآن شریف رو میزنه
اگر ندن اولو داره میزنن. بناهن ما دل ما بر تمام ملت افغانستان ما میسوزه، بر خودت هم میسوزه، دل تو بر ما میسوزه. ما نمیخوایم که ما بین خوی تنشار داشته باشیم. ما وجدانن ایمانن اگر تو درس به پاکستان میخوندی ما برات برادر نمیگفت، آقای خراسانی برادر من، حالا برات آقای خراسانی هم میگفت برادر من هستی، تو رو دوستم دارم و در آینده من رو گیر کردی بکش، ولی من اگر تو رو گیر کردم در آغوش رو میگیرم تو رو میبوسم، امیر ریش تو رو میفیلن، امیر ریش تو رو مبارک دارم، من دوست دارم. ولی ای که تو میگه با پنشیری کار نداری، ما داریم. ما وقت با سر پنشیری خودت میفهمی، ما برات گفتم من باورمند بذی هستم که آیه قرآن شریف هم میفهمی، عظمی ملایبت الان تو بیشتر میفهمی، عظمی ملا برادر هم بیشتر میفهمی. تا دینروز خراسانی بود. اجازه بتین قاری صاحب دخالت نکن.